گفت و شنود با شاعر و نویسنده ارجمند اسماعیل وفا یغمایی. انقلاب ایدئولوژیک، قسمت ششم. یهودا باید مغضوب شود تا مسیح بدرخشد. هر انسانی بستگی به نیتی که دارد، به قول مانویان قدیم و مزدکیان قدیم، روحش بر ستونهای بامدادان خواهد آویخت و اگر نیت خیری داشته باشد، در هر صبحدم با خورشید بر زمین نور خواهد پاشید. سلام اسماعیل جان، حال شما چطوره؟ قربانت، خوبم و شاکر. امیدوارم شما هم سر حال و خوب باشید با این همه کارهای سنگینی که میبینم میکنید، که واقعا کارهای ارزشمندی هم هست. تشکر میکنم اسماعیل جان. اگرچه مشغله ذهنی بسیاری از همیهنان ما، حتی اونها که با قاتلین زندانیان سیاسی مرزبندی دارند، مباحث مربوط به اپوزیسیون نیست. بله. و اونها به ویژه در داخل کشور که به هزار مصیبت دوچارن، گرد این قبیل موضوعات نمیگردن. با این حال صحبتهای شما در مورد اونچه انقلاب ایدئولوژیک نام گرفته با استقبال زیادی مواجه شده است. در مباحث پیشین به 17 خرداد سال 65 که آقای مسعود رجوی و مسئولین مجاهدین از پاریس به عراق رفتن اشاره شد. در مورد پیش زمینه های این حضور اجازه می خواهم اگر ممکن باشه نکاتی رو بیان کنم و بعد بحث رو پیش بگیریم. البته این برای شما نیست، برای کسانی است که می شنوند و ممکنه برخی از این داده ها رو نشنیده باشند. با سرکوب رژیم بعد از 30 خرداد و حمله به پایگاه‌های مجاهدین که اوجش 19 بهمن سال 60 بود و با ضربات 12 اردیبهشت و 10 مرداد سال 61، آخرین پایگاه‌های سازمان در تهران از دست رفت. اگر فرض کنیم حضور آنان بعداً در عراق اجتناب ناپذیر بود، به این معنی نیست که آلت دست عراق و درفشی در دست صدام حسین بودن. البته امثال رضا عطارپور حسین زاده در ساواک، همچنین اسدالله لاجوردی و دوستانش به اونها اتهام وابستگی به عراق را هم زدند و شماری از مردم ایران هم با تبلیغات حکومتی و نیز برخی ابهامات مثل این یا اون نشست مسئولین مجاهدین با مقامات رژیم بعثی از جمله طاهر جلیل حبوش و صابر دوری که در اون پول و اطلاعات رد و بدل می شود و در یوتیوب موجود است، دوچار دافعه شدند. خوبه بدونیم تیمور بختیار، تیمسار بختیار، در عراق فعالیت می کرد و همونجا هم ترور شد. پیش از انقلاب نیروهای مذهبی هوادار خمینی و بخش‌هایی از کنفدراسیون دانشجویان در عراق رادیو داشتند. مجاهدین هم در دهه 50، البته قبل از انشعاب، در بغداد دفتر و دستک داشتند. حسین روحانی، حسین خوشرو، مرتضی خاموشی، محسن فاضل که جریان قتل مرتضی هودشتیان با اشتباه هولناک وی گره می‌خورد، اینا همه در بغداد بودند. البته افرادی که اسم بردم مسیر خودشون رو از مجاهدین کنونی جدا کردن. بعد از انقلاب و به ویژه بعد از تجاوز عراق به کشور ما و آغاز جنگ 8 ساله، رژیم بعثی به خاطر منافعی که داشت و ضدیت با جمهوری اسلامی و مجلس اعلی، از نیروهای مخالف رژیم حمایت میکرد و این حمایت کمک‌های مالی و تسلیحاتی رو هم در بر میگرفت.
این فقط مربوط به مجاهدین نمیشد. شماری از تیمسارهای رژیم شاه، دکتر شاپور بختیار، دکتر قاسملو و دیگر نیروهای کرد، فدایان اقلیت، رنجبران، همه از حمایت دولت عراق در زمان صدام برخوردار بودند. مجاهدین هم به عراق رفتند. اما اونا در آغاز معتقد به حضور طولانی مدت در اون کشور نبودند. اونا به زیان جنبش میدونستند و به صراحت گفته شد اقامت در عراق طول بکشد میسوزیم. شاید تصور میشد که با یک حضور کوتاه مدت میشه قال قضیه را کند و رژیم را سرنگون کرد. در صحبت با شما من گفتم 17 خرداد سال 65 آقای مسعود رجوی و مسئولین سازمان پاریس را به مقصد عراق ترک کردند که عزیمت تاریخ ساز نامیده شد. واقعش خیلی قبل از این تاریخ سازمان در عراق حضور و فعالیت داشت. اینجا فارغ از ارزش داوری به وقایع اتفاقی اشاره میکنم و به بد و خوب قضیه کار ندارم. پخش برنامه های رادیو مجاهد از تیر ماه سال 60 از طریق بخش فارسی رادیو بغداد آغاز شده بود. اعضای سازمان از سال 60 از طریق عراق رفت آمد داشتند. موسی زنده بود که سعید شاهسوندی برای تهیه فرستنده های رادیو مجاهد قرار شد رهسپار پاریس بشود و او با زنده یاد صادق شرفکندی که به او کاک سعید میگفتند و میخواست بره به شورا بپیوندد، ابتدا به بغداد رفت. 14 مهر سال 60 در بغداد بود، در همون پاییز سال 60 که گویا هانی الحسن گویا میخواست فرستنده رادیویی به سازمان هدیه کنه. یعنی این چنین وانمود شد، وگرنه که فرستنده مزبور از وزارت اطلاع رسانی عراق بود، فرستنده با موج متوسط ساخت ژاپن. برای انجام کار نماینده مجاهدین میبایست به عراق بره و رفت به کمک هانی الحسن، عضو شورای مرکزی جنبش فتح و از رهبران فلسطینی. عراق در آبان سال 60 چندین میلیون فشنگ، چند صد قبضه اسلحه کلاشینکوف و اسلحه کمری برتا و آرپیجی سر مرز قلعه دیزه حوالی دهکده سونه سر مرز کردستان به عراق تحویل مجاهدین داد. اواخر سال 60 یا اوایل 61 یا اسفند 60 یا اوایل فروردین 61 برای تعمیق روابط عباس داوری با عراقی ها در یوگسلاوی سابق دیدار کرد. مجاهدین آخرین بار در کردستان ایران در دهکده دیناران حوالی رودخانه زاب بودند که به نحوی مرز ایران و عراق محسوب می شود. در دره موسوم به دفتر سیاسی بین ارتفاعات زمزیران میون سردشت و پیرانشهر هم بودند. همچنین در دولتو، آلواتان، بجوه و جاهای دیگری که من نمی دونم. در روستای کهریزه منطقه مرزی بین ایران و عراق معروف به منطقه محرمه هم حضور داشتند. پایگاه منصوری اونجا بود و مجاهدین قبل از بازی‌ها و آزارهای یک تیب آنان تو منطقه محرمه در مقرای موسوم به جلیلی و تدین در مناطق قامیش و گلاله ساکن بودند. سال 63 چندین و چند تیم عملیاتی را سازمان از عراق برای شکستن طلسم اختناق به داخل فرستاد که تقریبا همهشون به طور رژیم افتادن. ردشون با ارتباط تلفنی لو رفته بود. پایگاه‌هایی مثل سردار سعید محسن در عراق بود، همچنین پایگاه‌هایی در شهر چوارتا، منطقه رانیه، خانقین، کرکوک و رامنه. اونچه دانشکده جنگ چریک شهری خوانده می‌شد تو پایگاه ملک مرزبان سلیمانی عراق قرار داشت. تابستان 64 50-60 نفر از مجاهدین تو همین محل دوره می‌دیدن. عملیات موسوم به تپه‌زنی که با کمرنگ شدن استراتژی جنگ چریک شهری آغاز شد، همه در دوری است که مجاهدین در عراق بودند و پایگاه‌های استراق سم با بیسیم و فلکاسنج در اختیارشون بود و با کمک‌های لوجستیکی و اطلاعاتی کشور میزبان و افسران عراقی بخش استخبارات این یا اون نفوذ و شناسایی را انجام می‌دادند. منظورم این بود که پیش از دیدار با طارق عزیز تصمیمات برای رفتن به عراق گرفته شده بود و در واقع
آقای مسعود رجوی سر سفره‌ای که از پیش پهن شده بود نشست. البته بعد از رفتن ایشون به بغداد رابطه با عراق کیفاً تغییر کرد. از حق نباید گذشت که اینا در پایان بگم 27 فروردین سال 59 مجاهدین ضمن اعلامیه‌ای صدام را فتنه‌گر و نوکر مرتجع آمریکا در منطقه نامیدند. این اطلاعی الان جلوی منه. اونجا نوشته مسئولین عراقی باید پذیرفته باشند که نه میتوان به هیچ قیمتی مجاهدین خلق ایران را خرید و نه آنان را میتوانند بازیچه معاملات سیاسی خود قرار دهند. ببینید این کلافی که شما باز کردید کلاف بسیار در هم پیچیده قطوع و رشته رشته است که اگر بخواد روش صحبت بشه میشه ساعتها صحبت بشه. یه برای کسی پنهان نیست، صدها صفحه اعلامیه درسته وجود داره، فیلم های تلویزیونی وجود داره، فیلم هایی که روی یوتیوب هست وجود داره که نشون دهنده روابط مجموعه ای که سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بر شورای ملی مقاومت است با دولت عراق به رهبری صدام حسین. همه اینایی که شما گفتید درسته. من همیشه اگه یادتون باشه که بحثم اینه که به قول معروف کوزه شکسته و آب ریخته الان دیگه، بحث اینه که از کجا شروع شد. یعنی اطلاعیه که شما الان خوندید میگه مجاهدین خلق نمیشه خرید، راست میگه. سازمان مجاهدین خلقی که سال 57 وجود داشت و اون شعارها رو میداد و که در هم اطلاعیه هاش بود، هم در سرودها و ترانه هاش بود، هم در خلاصه بیان تفسیرهای سیاسیش بود، نمیشه خرید. ولی خب بارها و بارها آقای مسعود رجوی حرفای قبلیشو نقض کرده با توجیه مناسبی که همیشه ارائه داده برای اعضا و هواداران خودش و در یک مقطعی هم که اصلا دیگه پاسخی لازم نیست داد، وقتی که یکی از کارکردهای انقلاب ایدئولوژیک اتفاقا همینه که پاسخی دادن نشه و همه سمن و طاعتن کارشون بکنن. ببینید بحث اینه که بحث من اینه به من یه تجربه گفتم اگر که الان ارتش آزادی بخشی وجود داشت من خیلی دلم میخواست که الان مثلا قدرت آقای رجوی هزار برابر اینی هست که در شرایط کنونی ادعاشو دارن، ارتش وجود داشت مسلح دار راحت تر میشد صحبت کرد. ولی مسئله اینه که چرا باید این بازی دومینو شروع بشه؟ هیچ وقت ما نباید اون نقطه اول شروع به عنوان دیدن یک تجربه تاریخی فراموش کنیم و اون چیزی بود که من اسمش همون اول گذاشتم، جنگ پیشرس با یک رژیمی که با یک انقلاب سر کار اومده. من صد بار روی این تاکید میکنم و جابجایی طبقاتی در ایران شکل گرفته. یک طبقه هیولایی که در اعماق تاریخ ایران خوابیده بود روی کار اومده. کسی که ادعای رهبری انقلابو داره بدون تعارف در نقطه مسئولیت خودش باید اینو بفهمه. بقیهش وقتی که شما وارد شدی همون داستان شکاف سیستنه دیگه، مجبورید بیایی. حالا هزار تا عملیات حماسی داشته باش یا نیمه حماسی یا تراژیک، هزار تا پایگاه درست کن، عملیات چریکی، اصلا بحث من این نیست. من خودم سالها تو منطقه زندگی کردم، شاهد بخشایی از این قضایا بودم. همه اینا درسته. حرفای شما یک کلافی است که نکته غلطی توش نیست و حتی میشه ساعت‌ها توی زمینه صحبت کرد. گفتم مدارکش است و معلومه که قبل از اینکه آقای رجوی به عراق بره بسیاری زمینها و مبناها آماده شده بود. شرطش این بود که یه اتفاقی بیفته در فرانسه و ایشون بلنشان برن. این چیزهایی هم که لاجوردی گفته یا ایکس یا ایگرگ و یا مزدوران رژیم، اون از زاویه خودشون میگن. ببینید رژیم خمینی نه به دلیل رفتن مجاهدین به عراق نمیدونم یا یه کشور دیگه اینا مشروعیت از دست داده، رژیم خمینی به دلیل جنایاتی که از روز ورودش به ایران انجام داد، یا
یه رژیمی که گفتم که پایه های قوی داشت و با درست باش برخورد میکرد و میفهمیدم چطور برخورد بکنه نفس شده. بنابراین از این زاویه اصلا مسئله من نیست که لاجوردی چی گفت ایس چی گفت. ما داریم یه قضیه رو واردش میشیم، سعی میکنیم تا حد امکاناتمون بشناسیمش. بله. خب اسماعیل جان، ما حالا به مقطع سال 1366 و 1367 برمیگردیم. در اون ایام چه چیزایی را شما شاهد بودین از نظر تشکیلاتی سیاسی و نظامی در رابطه با انقلاب ایدئولوژیک؟ ببینید خیلی وقایع اتفاق افتاد. من فردی نظامی در درون سازمان مجاهدین نبودم، اگرچه مثل همه اعضا و بخش عظیمی از هواداران مجاهدین از سال 60 به بعد وقتی اعلام مبارزه مسلحانه شد بل اجبار مسلح شدیم و من جمله در اون خونهی که در تهران همون آغاز شروع مبارزه مسلحانه با رژیم خمینی من با آقای مهدی تقوایی و تعداد دیگه مخفی بودیم و از بازی روزگار این خونه متعلق به یکی از نزدیکان خمینی بود که هوادار مجاهدین بود ما مسلح بودیم. ولی من فرد نظامی نبودم. منظورم اینه که کسایی که نظامی بودن میتونن مسائل نظامی که این دوره رخ داد توضیح بدن، کسایی که سیاسی بودن میتونن وقایع سیاسی رو، من هم از زاویه خودم چیزهایی رو که دیدم میتونم بیان بکنم که با ورود به عراق و با عبور از ماجرای آقای علی زرکش در حقیقت دست سازمان، دست یعنی منظورم رهبری سازمان باز شد برای اینکه خلاصه اقتدار خودشو نشون بده. بالاترین فرد سازمان بعد از آقای رجوی به کنار زده شده بود، باز هم با کمک خود ما که در جلسه حضور داشتیم و من قبلا تو نوار مربوط به آقای زرکش گفتم که به جز یک نفر کسی صحبت نکردن اون جلسه، یعنی همه ما خلاصه به دلیل اعتماد، به دلیل عشق، به دلیل عواطفی که به رهبری خاص و خاص سازمان در مقطع سال 65 داشتیم سکوت کردیم و پذیرفتیم. البته از اونایی که در اون نشست بودن، کسایی که در اون نشست نبودن خب کسی بعد اعتراض کرد. آره من گفتم بیان خودم در بله، بله، حتما اعتراض بوده شک نه. آره. یعنی یک نفر و متاسفانه یک نفر اعتراض کرد که البته در اون نشست که شما صحبتشو میکنین حضور نداشت. بله. اعتراضات منعکس نمیشه. همونطوری که من در عملیات تهاجم حداکثر گفتم یا در جریان زندانها که 4 سال تمام من نویسنده گزارشات زندان و زندانی بودم که بسیاری از اسنادش از درون زندانهای رژیم میومد. ببینید ما قهرمانی ها رو مینوشتیم، شهادت ها رو مینوشتیم، شقاوت ها رو می نوشتیم، ولی کمتر از ضعف های زندانیانی که در زندان ضعف نشان داده بودن چیزی می نوشتیم. که یک بار من برحال من یه تربیت بیرون سازمانی هم داشتم از نظر ادبی که تو یک نشست صحبت کردم که مسئله‌ای که بخواد بیان بشه توی نشریه سیاسی نباید مثل مغازه قصابی باشه که قسمت های چشم نوازه گوش روی پیشخوان قرار داده بشه و اون قسمت های مشمعز کنندش پنهان بشه. تا جایی که یادم میاد یک بحثی خلاصه تو سازمان شروع شد که بحث کهنه و نو بود. یعنی منظور اینه که تا حالا ما کهنه بودیم، یعنی اعضا کهنه فکر میکردن، تشکیلات کهنه بوده، دوچار کهنگی بوده، با دستگاه نوسازی بشه. و تو این رابطه خلاصه شروع شد به جلساتی گذاشتن که البته تا اندازه که من خبر دارم جلسات نرم متعادل طی میکرد، ولی شروع این ماجرا بود که اعضا باید دائما زیر ضرب باشند تا در بالا رهبر بدرخشد. اگه بخوام مثال بزنم یه فرمول دیگه، شیطانی باید باشد تا خدا جلوه کند. گرداهای تاریکی گناه به قول جیبر سیسبر در شب بخیر آقای آبشویزه باید وجود داشته باشند تا
مناره ها و ناقوس ها تقدس خودشون رو حفظ بکنن. یهودایی باید باشد تا مسیحی جلوه کند. منتها این یهودا تو تشکیلات به عنوان تمثیل همیشه اعضا بودن، همیشه اعضا بودن. من رو این تاکید میکنم، منتها ما یهودایی بودیم که خودمون تاج یهودا بودن رو بر سر خودمون میذاشتیم و خوشحال بودیم که یهودا هستیم، برای اینکه با عشق تمام میخواستیم مسیح هرچه بیشتر بدرخشه. سالها طول کشید، از یک پروسه تجربی تلخ گذشتیم، به افقی رسیدیم که دیدیم که کوشش ها راه به جایی نبرده. بعد فهمیدیم که یهودا بودن ما درست نبوده و اصلا ما یهودا نبودیم. خب این که بکسوات کردن در همون کهنه بوده، این کجاش خروج کهنه به طرف نوست؟ نه نبوده اصلا. نو اصلا با تعریف کهنه و نو رو اول فهمید که چیه. وقتی که ولتر با کهنگی کلیسا میخواست به جنگه، ولتر آدم لا خدایی به مفهوم کلی فلسفیش نبوده، ولی موقعی که دم مرگ کشیش اومد که صلیب بذاره، گفت من یک عمر علیه این جنگیدم، تو اینو آوردی که من طلب مغفرت بکنم، و سرشو برگردون به طرف پنجره، گفت نور 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 بیشتر. همینجا من بگم به عنوان نقد، حتی بنیادگذاران سازمان مجاهدین تو بخشی از افکارشون از کهنگی عبور نکردن، برای اینکه از یک نقطه شروع کردن، خیلی نقاط نور رو آوردن، ولی تو بعضی نقاط فلسفی، بعضی نقاطی که باید اونا درنگ میکردن نکردن. این بحث کهنه نو اینجا یک آچار پیچکشی بود برای سفت و شل کردن پیچهای تشکیلات و رگلاژ کردنش و حرکت دادنش به جلو بر اساس خواستهای رهبری که روی ریل خاص الخاص شدن داشت جلو میرفت. به هر حال این نشست ها ادامه پیدا کرد، بهتون بگم به دلایل مختلف. خلاصه انقلاب ایدئولوژیک توی مقطع از پتانسیل نسبتا خوبی برخوردار بود. تو همین هول و هوش قضیه گابون رخ داد که تو حد فاصله، به هر حال عملیات نظامی بزرگ دارم میگم که به نفع سازمان مجاهدین تموم شد، اون یک زد و بند کثیفی صورت گرفت به خاطر رها کردن یه سری کروگانی که تو لبنان بودن، این بار باهاش و طبعا کسایی پرداختن که تو شکاف قول رهبر عالی قدر اروپا آمریکا داشتن زندگی میکردن و دیروانه گابون شدن، ولی با سرسختی تمام با یه اعصاب غذای کشندهی که تا حد مرگ افراد جلو رفتن و من جمله همسر سابق منم از اعصاب کنندگان بود، قبلا صحبت کردم، پیروز شدن و این یه پیروزی سیاسی بود تو کادر دستگاه مجاهدین، چون قراردادی که امضا شد در حقیقت فکر کنم تا جایی که یادمه توسط آقای ابریشمچی و محدثین و اگر اشتباه نکنم یکی از مسئولان به اسم پاندورا فکر کنم بود، امضا شد که این به رسمیت شناختن تقریبا به نوعی اپوزیسیونی بود که تو تبعید زندگی میکرد. من خودم چند شعر تو این زمینه گفتم، یکیش خیلی معروف شد، تبلهای آفریقا میغرند و تمام دستگاه تبلیغاتی با توپخانه شدیدش به نفع این خلاصه آکت موفق کوک شد و واقعا موجب شد که محبوبیت مجاهدین بالا بره و عده زیادی توی این مقطع که ارتش آزادی بخشم تازه تشکیل شده بود خلاصه روانه منطقه بشن و زمینه منطقه یعنی عراق بشن و مجاهدین هم به ساختن پایگاه ها و خلاصه مراکز نظامیشون ادامه دادن تا میرسیم به مقطع اولین عملیات نظامی بزرگ بعد از اون عملیات تهاجم حداکثر که عملیات آفتاب بود. این عملیات آفتاب توی مقطعی رخ داد، گفتم که من از نظر نظامی شرکت نداشتم تو عملیات های نظامی، بعدم به فروغ رسیدیم صحبت میکنم تو اونم میخواستم شرکت بکنم به دلایل خاص خودم موندم، ولی فکر کنم در آغاز سال 1367 هست که شاهد دو تا عملیات بزرگ نظامی هستیم. بله، یکی آفتاب، بعدش هم چلچراغ که فکر کنم عملیات آفتاب و با نام آفتاب خراسان و با یه ترم
علم مذهبی دقیقا به چلچراغ هم که فکر کنم با چلچراغ وفا و راستی نمیدونم منظور امام اول شیعیان هست شروع شد. اینجا یه نکته رو من تو پرانتز بگم، من همیشه وقتی میگم آقا من با اومدن به عراق به عنوان یه فرد تو الان بعد از 30 سال تجربه مخالفم، از یه زاویه خاص دارم صحبت میکنم، از زاویه که نباید اون اشتباه عظیم رخ میداد. بله. خیلی وقایع اتفاق افتاد که تو این وقایع تو کادر منفک از اون قضیه اول کلی قهرمانی رخ داد، کلی پهلوانی رخ داد، کلی دلاوری رخ داد. ببینید بیرون از اون کادرها اگر ما بررسی بکنیم، خیلی وقتا آدم قاطی میکنه. یه موقع است که قبلا هم گفتم که خیلی چیزا جبری بود. جبری که من گفتم منظورم تراژیک بودن قضیه بود، چون تراژدی یعنی مرگ بر اثر قانونمندی، شکست بر اثر قانونمندی. تفاوتش هم با یه تصادف اتومبیل اینه که یه نفر داره میره بیرون از خونه، تصادفاً یه نفری مشروب خورده میاد اینو میکنه زیر، این نمیشه تراژدی. تراژدی مثلا تراژدی که هاملت که بر اثر درنگ‌های پی در پی هاملت و تصمیم نگرفتنش موجب میشه که چندین و چند نفر کشته بشن و آخرش هم خودش هم از بین بره. بله بله. یا مثلا شکستی که ناپلئون سوم خورد و ده ها هزار نفر رو به کشتن داد سریع تصمیم غلط، اینو میشه گفت تراژدی. در هر حال تو این کادر تراژدی، تراژدی که به طور روشن روش تأکید میکنم، اشتباه در شروع جنگ با رژیم درنده خمینی، بیرون در داخل این کادر هزاران هزار ساعت رنج برده شده، همون کسانی که من اسمش میذارم اولین بریده ها و تواب ها، یعنی اعضای دفتر سیاسی، تأکید میکنم اولین بریدگان و تواب ها اینا بودن و در این شک ندارم، برای اینکه میدونستن که جنبش شکست خورده سال 61 و به خارج رانده شده و عوضی که بیان رو این تأکید بکنم به عنوان عناصر سیاسی، عناصر متعهد، عناصر مسئول، عناصر نوگرا، معنی نوکنه اینجا روشن میشه، اینو بذارن روی میز و از رهبر انقلاب اون موقع آقای مسعود رجبی بخوان آقا جان چرا اینطوری شده، ببینید این باید جواب بدن. در گذشته ندادن به تاریخ ایران، موقعی که خودشون نیستن جواب خواهند داد. ببین اینها اومدن سکوت کردن و هزاران نفر نیرو مثل ماها رو سالها و سالها رهبری کردن، ولی همین کسانی که بهشون میذارم نخستین بریدگان واقعی، نخستین توابان واقعی، نخستین فراریان واقعی از مرزهای ایران به خارج کشور، وقتی اومدن در عراق قهرمانانه مبارزه کردن در این کادری که الان مورد نظرمه، خواب و خوراک نداشتن، تک تکشون رو من میشناسم، زندگی شخصی خانوادگی نداشتن، غذای درست نمیخوردن، تو این کادر کارهای عظیمی کردن، قرارگاه های متعددی ساختن، ارتش کوچک چند هزار نفره رو برپا کردن تو کادر منفک از اون تراژدی. خب این فعالیت های فراوان، ساختن قرارگاه نظامی، ساختن پادگان ها، مسلح کردن افراد، تبدیل سازمان به یک نیروی نظامی، عملیات آفتاب و چلچراغ رو رقم زد. همینجا بگم به جایی که من خبر دارم واقعی هم هست، زمینه رو یعنی راه رو نیروهای عراقی صاف کرده بودن پیش از اینکه عملیات شروع بشه. 40 تا رزمنده مجاهد هم کشته شدن، 12 نفر از مجاهدین اونجا جان باختن، کشته شدن. من رقم بیشتر از 30 تا تو ذهنمه، نمیدونم، من اسامیشون رو دارم که یکیشون هم عباس محسن زاده کاشانی است. آره. همینجا خوبه که یادی بشه از یکی از این سخت کوشان، همین عباس بود، دانشجوی آلمان خارج کشور با کنفدراسیون فعالیت میکرد، شکنجه وحشتناکی شد تو زندان شاه تو مشهد به طوری که راه نمیتونست بره و بعد تو عملیات آفتاب بر اثر انفجار توپ، لوله تکیدن لوله توپ، جانش از دست داد. بعد خب عملیات آفتاب یه فضای بسیار بسیار بالایی ایجاد کرد، یک نیروی رزمنده با عملیاتش زنده است، با جنگیدن، یعنی با
جنگیدنه که هم کشته میده، هم نیرو جذب میکنه، هم فضای سیاسی ایجاد میکنه، اصلا جایی برای بحث ها رو باقی نمیذاره تو سطح عموم، تو سطح خاص، تو سطح آدمایی که متفکر هستن یا افق دورتری رو میخوان ببینن سوال ایجاد میکنه، ولی تو 90% سطح سیاسی سوالا رو میپوشونه. عملیات آفتاب، سازمان مجاهدین و مجموعه این جنبشی رو که مسئولیتش به آقای رجایی بود، باز هم بیشتر در معرض درخشش قرار داد. بعد عملیات چلچراغ انجام شد که این در حقیقت دو تا عملیاتی بود که انجام شد. از یک نکته من اشاره بکنم که از عملیات آفتاب که انجام شد یک دستوری صادر شد که تا قبل از این عملیات آفتاب، گفتم زمان ممکنه یک کمی من اشتباه بکنم پس و پیش باشی، ولی تا سطح مسئولین نهاد، یعنی قبل از مسئولین نهاد به عملیات می رفتن، یعنی تقریبا زیر معاونین مرکزیت، یعنی اعضا می رفتن، کاندیدای اعضا عضو می رفت و مسئول نهاد مرکزیت نهاد می رفت تو رده‌بندی تشکیلاتی، ولی بقیه نمی رفتن. از امریکا افتاد دستور داده شد همه باید برن عملیات، منهای رهبری تمام باید در عملیات نظامی شرکت کنند و یک بار دیگه ارتش آزادی بخش نظامی تر از قبل شد. تو عملیات چلچراغ من یادمه که کمال رفعت صفائی، شاعر بسیار مستعد و توانمندی که متاسفانه دیر نپایید، شرکت کرد. در قسمت نزدیک به جبهه فعالیت میکرد که وقتی برگشت چندی بعد رفت از تشکیلات. البته کمال همیشه یک شخصیت خاص خودش داشت، ولی رفت و به خوبی هم رفت، یعنی بدون اینکه آزاری ببینه یا اینکه فشاری بهش وارد بشه پاسپورتش رو درست کردن و کمال رفت و چند سال بعد درگذشت. این چیزایی است که من از این دوتا عملیات میگم. الان ما میرسیم به مقطع عملیات فروج آویدن. بسیار خوب، بسیار خوب. البته اینو بگم که من اون وقت در زندان بودم، من از پاسداران میشنیدم که برای هم تعریف میکردن که اسم عملیات آفتاب را اولین بار اونجا شنیدم. اونا بلند بلند صحبت میکردن و صداشون رو من میشنیدم از داخل اتاق که میگفتن که آره، حالا تعبیر اونا رو میگم، دخترای منافقین، زنای منافق با آرپیچی اومده بودن و خیلی صحنه عجیبی بود. اون یکی میگفت تو از کجا میدونی؟ میگفتش که آره یکی از آشناهای ما در اونجا بوده. و روزهای بعد میگفتن که بین 1500 یا تا 1550 رقم دقیق میگفتن از نیروهای ما اسیر شدن. چون من روی دیدهای خودم دارم صحبت میکنم، تو این مقطع من خبرنگار بودم، یعنی کار خبرنگاری رو هم در رادیو مجاهد به عهده داشتم و یک سفری داشتم به اون محلی که این اسرا نگهبانی می شدن. الان سازمان مجاهدین توی مقطعی است که داستانهای دیگری در موردش گفته می شه، داستانی که آقای گوران می نویسه، داستان که نه، خاطرات آقای جمالی نوشته، خود من گفتهای زیادی رو از این اون شنیدم که یک دنیایی که شگفت‌آوره واقعا. تو برخورد با افراد، نمیدونم تو سختی قرار دادن افراد، که اینا همش مطمئنن رو خواهد شد و روزگاری ازش صحبت خواهد شد. ببینید هیچ چیز خیالمون راحت باشه تو یک صحنه سیاسی به این گستردگی پنهان نمیمونه. منتها در اون روزگار دیدهای من این بود، من یک سفر 4 روزه‌ای داشتم که یادم آقای دکتر منوچهر هزارخانی هم در این سفر بود، به اسم 4 روز در میان از جهنم گریختگان خمینی. من رفتم به مرکز یکی از مراکزی که اینا نگهداری می شدن، یه جایی بود در سلیمانیه که تحت مسئولیت سادات دربندی از مسئولین مجاهدین اداره می شد. با تعداد از اینا صحبت کردم، تعداد خیلی زیادی دستگیر شده بودن و برخوردیم که
سازمان مجاهدین اون موقع با اینا داشت برخورد خوبی بود، یعنی حتی برای خودشون زورخانه داشتن، ورزش باستانی میکردن، نمیدونم بنزه کافی غذا میخوردن، یه چند تا آخوندم تو اینا دستگیر شده بودن که برون معروف همون هیئت آخوندی خودشون حفظ کرده بودن. 67 نفر هم از مجاهدین اونجا جان باختن در این عملیات. آره بله. حالا داشتیم میره گفتین از عملیات فروق. عملیات، این عملیات آفتاب و چرچراغ اگر که این تو زمینی جنگ ایران و عراق که ادامه داشت وسط این طوفان و آتش و خونی که واقعا نمیدونم چقدر جسد بر زمین ریخت در طی 7-8 سال، تو این بستر نظامی من فکر میکنم که هم به قول معروف دوزاری رژیم افتاد، این ارتش در حال رشد، این عملیات چلچرا اگه سومی میشد، چهارمی میشد، پنجمی میشد، میتونست یه افقهای دیگری رو ایجاد بکنه که برای رژیم طبعا خطرناک بود. ما شاهدیم که اندک زمانی بعد از عملیات چلچرا قطعنامه مربوطه پذیرفته شد و در حقیقت آتش جنگ بین دو کشور فرو کشید. شما فکر میکنین که یکی از عوامل پذیرش قطعنامه عملیات چلچراغ و مشابه اون بود؟ من فکر کنم میتونه یکی از عوامل باشه، چون این قابل فهمه که گفته میشد و تبلیغ میشد، ولی حالا اگر بخوایم ببینیم واقعیت چی بود، نامه خمینی در مورد دلایل پذیرش آتش بس الان جلوی ماست و بعد از این همه سال خیلی از اسناد بیرون اومده، مثلا چیزی نیست که پنهان بوده باشه و حتی در مجمع من اصلا نفی میکنم، حتما نامه خمینی، به نظر من خمینی آدم هوشیاری بود و تو موضعی که نشسته بود میدونست در چی کار کنه. زمینه ای رو میگم که اگر که فرضاً جنگ ادامه پیدا میکرد و عملیات نظامی ادامه پیدا میکرد امثال چلچراغ و آفتاب، میتونست راه به افقهای دیگه هم ببره. وقتی عملیات فرو جاویدان، من هنوز چنانه که تصمیم گرفته بودم در موضع هوادار سازمان مجاهدین هم، ولی در موقعیت خیلی مناسبی داشتم فعالیت هم میکردم، یعنی از آز اولی هیچ خلاصه محدودیتی تو کار و زندگی من وجود نداشت. این از دوستان نزدیک من تو این موقعیت، یکی آقای حسن مهرابی بود که هر روز سری به بنگال من میزد، که قبلا مسئول ستاد تبلیغات بود، یه مدتی اون موقع تحت برخورد بود، یکم علی زرکش بود که گاهی میومد توی بنگال من و کمی صحبتی و چای و گپی با هم دیگه و سیگاری میکشید و میرفت. روزی که اعلام آتش بس شد میان ایران و عراق، ما داشتیم دور زمین خلاصه میان پایگاه بدیزادگان که پایگاه آقای مسعود رجایی بود میدویدیم تو هوای گرمه 50 درجه، یه مرتبه یکی از دم غذاخوری، سالن غذاخوری فریاد کشید قطعنامه آتش بس امضا شد. من و علی و حسن مهرابی برگشتیم به دم غذاخوری با همون لباس ورزشی و عرق ریزان و صحبت کردیم، گفتن آره قطعنامه پذیرفته شد و قرار جنگ تموم بشه. علی خب آدمی بود پخته و کار کرده، بلافاصله گفت که به زودی ما همه روانه خواهیم شد، روانه عملیات. من با تعجب گفتم که با وجود قطعنامه، گفت نه هنوز تا قطعنامه بالاخره اجرا بشه اینا فرصتی هست و به احتمال 90% یه چیزی خواهد بود. من برام قابل قبول نبود، بیشتر حالت گیجی داشتم، ولی چیزی نگذشت که دیدیم که همینطور شد. یعنی خیلی فعل و انفعالات رخ داده بود، گویا من دقیق نمیدونم ولی اینجا اونجا خوندم که حتی ملاقاتی بین آقای رجوی و صدام حسین برای قبول خلاصه این که چند هفته آتش بس به عقب بیفته شکل گرفته که رهبر عراق گفته و فقط یک هفته فرصت داری، تو یک هفته باید همه کارو میکردن، یعنی یک فضای پر جنب و جوش عجیب و غریب، پر تنش سراپا احساس و اومدن نیروها از
کشورهای مختلف شروع شد. سرانجام مجموعه اینا کشید به اون نشست معروفی که یادم نیست چه روز شبی بوده، 4-5 شب قبل از عملیات در قرارگاه اشرف، انگار واقعا دیروز بود. الان حدود 30 سال داره میگذره ولی به افق ذهنی من انگار دیروز. رفتیم از پایگاه بدیزادگان عقب رهبری سازمان مجاهدین به قرارگاه اشرف، خلاص صفوف رزمندگان و صفوفی از افراد ناشناسی که خیلیشون با لباسهای اروپایی با شوالی با کاپشن جین اومده بودن و همینطور از فرودگاه اتوبوس اینا می اومدن که روانه عملیات بشن. جمعه 31 تیر سال 67 بود دقیقا. جمعه 31 تیر. من یادمه که شبی بود که آسمون عراق بسیار آسمون زیبایی، آسمون پرستاره‌ای که شب زیر سنگینی ستاره شکم داده بود. من سرم بلند کردم و همینطوری با علی زرکش با کنار هم داشتیم راه می‌رفتیم. گفتم که این ستاره‌ها شاهد چه چیزهای عجیب غریبی بودن و الان با تفکر اون موقع شاهد امشب ما هستن و چند شب دیگه شاهد نبودن بخشی از ما. علی لبخندی زد و با شوخی و ترس که تلخیتون نهفته بود سیگار روشن کرد و گفت تا نبودن معلوم نیست چند سیگار دیگر فاصله باقی است. رفتیم توی سالون. اینا کی گفت این جمله را؟ علی زرکش. بله به شوخی. خب این شوخی است که اوج جدیت درش هست. آره دیگه. یعنی علی خوب میدونست که این عملیات. گفتم هنوز کسی صحبت نمی کرد. رفتیم تو سالون و بعد من یادم اون شب گاهی تو سالون گوش می کردم گاهی می اومدم بیرون. سخنرانی بسیار پرشوری ایراد شد که حتما هست، ممکنه روی یوتیوب هم باشه بخشایی. اونو که اگر یادتون باشه سالها پیش من متن کاملش رو منتشر کردم پیش از اون که اون کتاب سه جلدی مربوط به مجاهدین چاپ بشود. الان هم در سایت خودم متن کاملش هست، اسمشه نشست توجیهی عملیات فروغ. با این زمان که کسانی مشتاق باشن و بخونن فضای اون شب خواهند گرفت که کاملا فضای پیروزی، یعنی طبیعی هم از اساسا شیوه و نحوه برخورد هر کسی که سکان یک جنبش رو در دست داره و در رابطه با آقای رجوی به از آف مضاعف همیشه صحبت از پیروزی مطلق و اینکه حتما پیروز خواهیم شد. تقسیم کارها، کی فرمانده کجا باشه، کی حمله کنه به فلانجا، کی نمیدونم مقر خمینی رو بگیره، کی فلانجا رو فتح بکنه و با کف زدن و امروز مهران فردا تهران رجوی ایران ایران رجوی و شعارهایی از این قبیل، فضای عجیب غریبی که باید فیلمش رو دید و یا اینکه حضور کسی داشته در اون جلسه تا بدون چه فضایی. این وسط یک خانمی بود بنا شد خواهر مجاهدی که صحبت از نیروی رژیم کرد که بلافاصله خلاصه فضا علیش برقرار شد و آقای مسعود رجوی هم توضیح داد که مردم هستن، ما فقط گوش حفاظتی مردمیم، کار اصلی رو مردم انجام میدن. طبیعی این حرف درسته. اگر که تو جامعه‌ای به قول معروف در شبکه انقلابی قرار داشته باشه اون کسی که حرف آخر رو خواهد زد نیروی مردم هست، نیرویی که هیچ موقع به نظر من ناتوان نیست. حتی همین الان با این وضعیتی که دنیا داره این تودهایی که الان در سراسر دنیا به نظر من از مرفه‌ترین کشورها تا فقیرترین اسیر دستگاه تبلیغاتی و دستگاه اقتصادی و سیستم‌های عظیم بانکی هستند ولی هیچ چیز از نیروشون کم نشده. اگه روزی این نیروی مردم بجنبه با خوب و بدش کاری رو که بخواد به پیش میبره. اسماعیل جان صحبتتون رو نگه دارین، من براتون این قسمت رو بگم. خواهش میکنم. خواهری از میان جمعیت بلند شد و دست خود را بلند کرد. این عنوانی است که من گذاشتم برای این چند سطری که میخونم. مسعود رجوی
برای ثبت در تاریخ میخواهیم هر کس با این طرح موافق است دست بلند کند. طرح که قبلا توضیح داده رفتن به ایران. همه دست ها را بلند کردند. مسعود رجوی تک تک به همه نگاه کرد. رو به فیلمبردارها و انتظامات. شما چرا دستتون را بلند نمی کنی؟ اونا هم دستشون را بلند کردند. رو به حضار. آیا ما دیوانه نیستیم که میخواهیم چنین کاری بکنیم؟ آیا به نظر شما چنین کاری شدنی است؟ آیا احمقانه نیست؟ اگر کسی مخالفتی دارد بیاید و صحبت کند و کسی هم حق ندارد با او مخالفت کند. مسعود نشست و یک سیگار روشن کرد. در همین حین خواهری از میان جمعیت بلند شد و دست خود را بلند کرد. وی اشرف نام داشت و در فروغ جان باخت. مسعود رجوی، بیا پشت میکروفون و حرفهای خودت را بگو. من مخالف نیستم، اما اینکه میگویید مردم با ما هستن فکر نمی کنم چنین باشه. من و شوهرم چند شب قبل از خارج اومدیم و خود من 4 ماه است که از ایران اومدم. مردمی که من دیدم با اون چی که شما میگین تفاوت دارن. فکر نمی کنم اونها به ما کمک کنن. هیچ گونه جو سیاسی نظیر اون چه شما به اون اشاره میکنی در ایران به وجود نیامده است. چون خیلی ها در ایران هستن که حتی رادیو مجاهد را گوش نمیدهند برادر، و از مجاهدین هم به کلی بیخبرند. حرف من رو باور کنید. شما چطور انتظار دارید با اختناق شدیدی که وجود دارد چنین کسانی در تهران بلند شوند و از ما حمایت کنند؟ خب حالا برای اینکه صحبت شما رو قطع نکنم بقیه شو نمیخونم. به حالا شما بفرمایید. ببینید آقای مسعود رجوی به عنوان مسئول این انقلاب خودش هم در چنبر جبرهای تراژیک حرکتی که شروع کرده بود اسیره. ببینید ما به دلیلی که مسئله عظیمه این کلاف رو اصلا وارد شدن جگر شیر میخواد. من بدون اینکه ادعایی بکنم که همه چی رو میفهمم که طبعا ادعایی ندارم، برای اینکه یه مقدار فقط بتونم بفهمم از سال 1368 تا سال 2011 خواب و بیداری من به این اختصاص داشت تا بفهمم چه اتفاقی افتاده. ببینید این کلاف پیچیده‌ایه، کلاف عظیمیه. خیلی خسته میشن واردش که میشن، میگن ولش کن، ولی نباید ولش کرد. مسئله اینه که کسی که این تناب جبر و جنبون مسئوله. اگرم امروز محاکمه نشه، نمیدونم کسی ازش سوال نکنه، تاریخاً یه روزی در ترازوی خلاصه داوری قرار خواهد گرفت که آقا جون چرا باید اینجوری باشی؟ تو این مقطع جبر یا قانونمندی های دومینو داره عمل میکنه. گفتم این اصلا مسئله نیست که مسئولیت نیست. مسئولیت همیشه سر جاشه. اشتباه شده باید جواب بده. که از فردا تمام چیز رو هواست. و این رو هوا بودن هم برمیگرده به اینکه چرا اونجوری شروع شد. و حالا بعد صحبت خواهیم کرد که چطوری با همین آتش فروغ جاویدان و خونهای ریخته شده و شهدا کوره‌های مداوم انقلابات متعدد تیز شد و سالیان سال افراد 30 ساله به افراد 60 ساله مبدل شدن تا لیبرتی ماجرا کشیده شد. اون شب معلوم بود یه نیرویی که قبلا صحبت کردیم، من تکرار نمی‌کنم، در مورد ارتجاعی بودن که بحثی نیست، در مورد اینکه این رژیم با یه خلاصه از همون اولش کلی مشکلات ایجاد کرده، ولی تو بررسی رژیم باید درست عمل کرد. میشه برگشت گفت اگه اینجوری نشده بود چی میشد. چنانکه الان خب مردم که ننشستن که این رژیم نامشروع شده، ولی نه به دلیل مبارزات مجاهدین فقط و ریختن خونه مجاهدین، بدانی که هزاران هزار فعالیت و کنش و خونش داره تو ایران انجام میشه. از کوچکترین شعری که شاعر میگه امثال آقای قهرمان که شعرش رو چندی قبل سید یوسف زده بود که ما انقلاب کردیم، تا اشعار شاملو، تا اخوان سالس این بود ادبی فرهنگیشه، تا تن ندادن اکثریت هنرمندان نام‌آور در داخل کشور به این رژیم، تا زندانی شدن نمیدونم نویسنده ها، تا قطرهای زنجیره‌ای. یعنی این انبوه این ملت که نمرده، که هیچ ملتی رو نمیتونه رژیم ارتجاعی بکشه. اینو باید خلاصه با تمام وجود باور کرد. اون شب این سخنرانی انجام شد،
از فردا شروع شد به آماده سازی و خلاصه چکلیست درست کردن و بحث های فراوانی که افراد نظامی بیشتر میدونن چه کار عظیم و فشرده‌ای تو اون چند روزه صورت گرفت. من خودم توی مدت توی پایگاه بدیزادی هم بودم، دیدم که کم کم همه دارن آماده میشن که برن به عملیات. از بخش تبلیغات من اکثریت بچه هاش روانه عملیات شدن، یعنی کسی در حقیقت به جز یک اکیپ نموند، اکیپی که حتی حمید تدیونی مسئول زیر مسئول اصلی تبلیغات رئیس ستاد روانه عملیات شد، آمادگی عملیات به معنی فرمانده. بچه هایی که تو قسمت صدا برداری کار میکردن، بچه هایی که تو قسمت تحریریه کار میکردن و فقط چند نفر توحیدی، من، ابراهیم آل اسحاق و سه چهار نفر دیگه، فکر کنم احسان امین‌الرایا و صدیق شاروخی، احتمال 90%. ما یه 7-8 نفر موندیم به اضافه آقای جابرزاده که رفته بود در اون ستاد اصلی در کنار رهبری انقلاب که از اونجا کارها رو پیش ببره. یک ماهی قبل از عملیات فروغ من نمیدونم بر اساس چه خلاصه انگیزه‌ای یکی از کارهای عجیب زندگی رو شروع کرده بوده، من اونم مجموعه بر اقیانوس سرد باد بود. شاید من بتونم بگم که قوی ترین کاری که من تو طول این سالهای کار شعر کردم این کاره. این بلافاصله تبدیل شد به وضع شد به همین عملیات فروع جاویدان و البته از اون عبور کرد، تبدیل شد به منظومه فلسفی. ولی خیلی صحنه های این شبها و روزها تو بخشای اول این مجموعه ثبت شده. پایگاه بریزادگان یه بخشی داشت که خانواده ها توش زندگی میکردن، خونه هایی بود دارای 3 اتاق که تو هر اتاق یک پدر و مادر زندگی میکردن و یک اتاق هم داشت برای بچه های کوچه که دو طرف یک جاده سیمانی ساخته شده بود کنار هم دیگه و فاصله خونه ها شنزار بود، محیطی بود بیشتر شبیه یه سری درخت کاشته بودن، ولی اگه فضای خلاصه انقلابی و افراد پرشور و شر که اونجا بودن فراموش میکردیم بیشتر شبیه زندان بود. این خونا همه رفته بودن برای آماده سازی عملیات، بچه ها رو جمع کرده بودن، یه جا در آب باز بود، یه جا در یه خونه یه عروسک افتاده بود، یه جا یه چرخ سه چرخه کوچک کج روی زمین افتاده بود، سطل زباله دم در، یک تشتی که چند تیکه لباس توشه بیرون و همه رفته بودن. غروب بود، رفتم اونجا قدم زدن، شروع کردم یه سری یادداشت برداری کردم، یه حالت گیجی. بعد برگشتم تو ستاد، فردا رفتم سراغ آقای توحیدی، ازش درخواست کردم که من میخوام برم عملیات. گفت چرا آقای؟ گفتم به دلیل اینکه همه دارن میرن و من سریع هم بهش گفتم، گفتم به نظر من توی عملیات بچه ها اکثریتشون کشته میشن و بعد از اون من توان کشیدن ندارم. خیلی سریع، یعنی با نمیدونم تو افق چطوری میتونم. بعد در حقیقت با مهربانی و زبانی خوب ولی در این حال با تحکم گفت این چه حرفی تو میزنی، کجا اینو میگی؟ و خلاصه یه بحثی شد بین ما و گفت لازمه تو اینجا بمونی، به صداد احتیاج داریم برای بیان خلاصه اخبار نمیدونم که انعکاسش برای سرودن شعر و شعار از این حرفا. برحال من مندگار شدم، ولی پایگاه بدیزادگان خالی شد، یه حالت عجیبی واقعا. بعد هم من توی یک کتابی چاپ کردم به اسم در ستایش رزمنده ارتش آزادی، بعضی از اون شعرهایی که اون ایام من گفتم توی این کتاب هست. بله. ولی شعر اصلی اون شعر بر اقیانوس سردباد بود که از واقعیت صحبت میکرد. خب خیلی شعرهایی هم بود که قبلا گفته شده بود دوره عملیات چریک شهری اینا، روزا پخش به کوه میگذرن، ز رود میگذرن، نمیدونم یا به پیشه پیش تازان ای جهان سازان. ما هم آماده شدیم، به ما گفتن آماده شید برای اینکه ما باید بریم جای دیگه. ارتش آزاداش راه افتاد. همینجا بهتون بگم خب بخشی از این ارتش نمیدونم چقدر بود،
تعداد این ارتش، ولی حد اکثر نیروی که تونستن بسیج کردن. تعدادی از این اعضای این ارتش کسانی بودن که سالا تو عملیات شهری بودن، با سلاح آشنا بودن، ولی بخشی از اینا فقط یکی دو روز آموزش نظامی دیده بودن. اکثر بچه‌هایی که از خارج کشور اومدن با تفنگ و سلاح آشنایی نداشتن و آمادگی فیزیکی لازم هم، چون برای اینکه توی جنگ آدم شرکت کنه مهمتر از سلاح آمادگی فیزیکی و ورزیدگی نسبیه، وگرنه ظرف یک ساعت تو کوه کمر و تپه و فضای گرم آدم توانش از دست میده. اینها هم روانه عملیات شدن، مادرانی که حتی بعضیشون 50 سال 55 سال داشتن. یه بودش رو شاید ما حماسی ببینیم، ولی یه بودش اینه که از لحاظ نظامی این کار غلطه، جز اینکه فرد بره و کشته بشه و وقتی داد شهدا بیاساید هیچ فایده ای نداره. خب میخواستیم با دار و ندار و هست و نیستش به صحنه بره. آره با دار و ندار و هست و نیست میشه، ولی با دیگه عملیاتی که میخواست سرنوشتی ملت رقم بزنه الان مال به نتایجه، نتیجه چی شد باز هم در آینده صحبت خواهیم کرد. بران رفتن اکیپ ما، اکیپ در حقیقت رادیو که نقش خیلی مهمی هم داشت، ما رفتیم به مرکز اصلی رادیوی بغداد. در حقیقت دیگه فرستنده رادیو مجاهد نبود، رادیوی عراق بود که اونجا مستقر شدیم، مسئولین مستقر شدن، تحریریه مستقر شد. همزمان با پیشروی ارتش، ارتش آزادی بخش، کار شروع شد، نوشتن مقاله های کوتاه خلاصه برانگیزاننده. آقای معدنچی هم اونجا بود که خبر تولید میکرد، علیرضا معدنچی، علی صفا. از بچه های تحریریه آقای بامداد رفته بود به عملیات، ابراهیم آلیسا گفتم بود، من بودم، امین رایا بود و یکی دو نفر از کسانی که کارهای زیراکس و اینا رو میکردن. ببینید این اولین شعر این مجموعه در 3 تیر سال 67 سروده شده، یعنی فکر کنم همون روزی که احتمالا این قطعنامه اینا امضا شده. بله. فضا فضای به اصطلاح پایگاه، اولین خطی که من نوشتم اینه: هیچ چیز چندان که میپنداریم ستور نیست، هیچ چیز. بعد اون شبی که بهتون گفتم که با علی در اشرف بودیم و سخنرانی آقای رجوی، در حقیقت آسمونی که بالای سرم بود، آندرومدا، دورادوس، خرس‌های صبور، آسمان و شکارچی سنگ شده. در پشت پنجره می ایستم و به قلب تو می اندیشم و به لبان تو که کلام عشق زمینی را انکار خواهد کرد. شب و چشمی که پرواز می کند غبار می شود، منفجر می شود، می سوزد و سرد می شود و می چرخد. شب آخرین تیر ترکش آرش که جهان منحنی را می چرخد. در حقیقت این آخرین تیر ترکش آرش، من نگاهم به آخرین آکت نظامی آقای رجوی بود. بله. و اون قرارگاه که گفتم که خونه ها تو این راهروها، راهروهای خونه، اوکالیپتوس، درخت اوکالیپتوس تنها درختی بود که دوام می آورد، کاشته بودن. اوکالیپتوس ها تشنه اند، دریچه های غمناک، باد غریب، شنها، حباب های زمان و اندوهی چون ابدیت. اینجا خونه های راه شده است و در سطح بعد جاده‌ای که ارتش آزادی بخش داره میره، جاده ها، مارش ها، ستارگان آسمان صبور سرد و سیاه، و زمین همان زمین است و زمین چون همیشه همان زمین است. جاده ها، جاده ها، جاده ها در امتداد مارش ها و پرچم ها، دیوار های خارا، تفسیر هایی که سنگ میزایند و در انتها میبینم خورشید و دندان گراز میدرخشد. این خط به نتیجه عملیات اشاره داره. روسیه تیر. خب شما که هنوز که عملیات نشده بوده. نشده. سرنوشت رو می‌دیدم. یعنی شعر. اوکالیپتوس ها تشنه‌اند و در دهان من بر گورهای کشتگان برف می‌بارد. ساعت‌ها تاریک می‌شوند و قطره قطره فرو می‌چکم در ژرف‌های جهان، که فرو می‌چکد قطره قطره در ژرف‌های جهان و هیچ چیز چندان که میپنداریم ستور نیست، هیچ چیز. این کتاب بعد تبدیل شد به یک منظومه فلسفی
که چند دقیقه به اتفاقا یه شاعر فرانسوی خیلی معروف اینو متن انگلیسیشو دید و درخواست کرد که ما قراری داشته باشیم اینو به فرانسه ترجمه کنه، نه به خاطر فروغ جاویدان اینا، گفت نه یه کار عجیبیه. و همینجا بهتون بگم که بعدها در یک نشستی من اولین نسخه دست‌نویس این کتاب بعد از عملیات فروغ جاویدان، به خاطر اینکه همسرم نگران بود از نوشتن این کتاب، تقدیم کردم به خود آقای رجوی دست خطو و از موضع مثبت. و چندین ماه بعد تو کشاکش‌های طلاق و اینا یک بار به من گفت که این کتاب اقیانوس سرد باد، یک اقیانوس باد سرد بر عملیات فروغ ریخته، که من خیلی تعجب کردم چون اصلا اینطوری نیست. داشتم درباره عملیات میگفتم. بله. من اونجا کارم نوشتن تکست های کوتاه بود و در جا سرودن اشعار دو سه خطی که همونجا در استودیوی اونجا دکلمه میشد، موزیک گذاری میشد و از طریق فرستنده پخش میشد و رزمندگان ارتش آزادی بخش در حال حرکت اینا رو میشنیدند و خلاصه انگیزه میگرفتن طوری که گفته میشد. بله. روز اول سپری شد، ما همونجا غذای مختصری خوردیم و همونجا یکی از اتاقها استراحت کردیم. روز دوم من دیدم رفت و آمدهای مقداری تند و تیز شده، بعضی افسرهای عراقی میان اونجا، نقشه ها به دیوار کوبیده شده بود، خلاصه بعضی مسئولین رادیو اونجا جلوی نقشه، و خبر زمزمه این بلند شد که متوقف شده ارتش. به نظر من کار تموم شده بود، یعنی من همون لحظه برام روشن بود که عملیات به پیروزی نرسیده و نخواهد رسید. دلیلهاشو از قبل گفتم، تو همین شعر من اشاره کردم. واقعیت اینه که این عملیات تحمیل شده بود، یعنی عملیاتی نبود که با کنترل خلاصه کامل واردش بشید، چون که صلح شده بود باید یه عملیاتی میشد. در ذهن آقای رجوی چیزهایی بود که بعدها روشن شد که چجوری فکر میکنه، و رژیمی که 8 سال جنگ و با یکی از قوی ترین ارتش های خاورمیانه خلاصه پشت سر گذاشته بود و هنوز انگیزه های جنگیدن با دشمن مهاجم یعنی عراق در دل جان خیلی از سربازها و نمیدونم افسرها و نیروهای خاص خود رژیم خمینی مثل بسیج و سپاه خلاصه برقرار بود، جنگیدن باش همچون ساده نبود اگر عنصر مردم عمل نمیکرد. تنها عنصری که میتونه اینجا عمل بکنه به تاریخ ایران ورق بزنه که نمیتونست عمل بکنه، قبلا در این مورد من صحبت کردم، گفتم که تاریخ ایران باید شناخت، ذهنی نباید بود. هیتلر هم سال 1935-36 نمیشد سرنگونش کرد، فیلماش الان هست، آدم حیرت میکنه وقتی میبینه که مردمن که دارن سرود میخونن، مردم آلمانن، از کره مریخ نیومدن اینا. 10 سال بعد به ساعت هیتلر جمع شد بعد از اینکه تمام دنیا علیهش بنا شد. همین حرف رو در مورد خمینی هم میشه فکر کرد. خمینی آره آدم مرتجعی بود، ولی اون سالی که جنگ با شروع شد و سال 1367 زمان سرنگونی خمینی و رژیم خمینی نبود. زمان سرنگونی رژیم خمینی زمانی فرا خواهد رسید که حتما هم فرا خواهد رسید که مردم ایران پا به میدون بذارن و تنها چیزیه که رژیم ازش وحشت داره. مردم در فروغ جاویدان پا به میدان نگذاشتن، البته کمک‌های کردن از موضع انسانی، ولی این که به توی ورق برگرده، به همین دلیل بقیهشو باید از نظامی‌ها شنید که چه اتفاقی افتاده، چه جوری مثلا واقعا بعضی صحنه‌هاشو من خوندم تو یوتیوب، فیلم‌هاش هست، نمی‌دونم بعضیاش گفتم، بعضی صحنه‌ها رو کسایی تعریف کردن که حتی پیوستن به رژیم، ولی حرفاشون رو میشه شنید، یا کسایی که مثلا مخالف مجاهدینن. عملیاتی بود که من خودم با بعضی از رزمندگان بعدن صحبت کردم، خیلی صحنه‌هاش رو برای من بیان کردن. بمبارون رژیم، بازگشتن سربازای آزاد شده توسط مجاهدین و دوباره جنگیدن علیه مجاهدین، بستن راه موقع بازگشت، موقع بازگشت بیشترین کشتار مجاهدین موقع بازگشت دادن، افتادن تو کمین و دام، و عکساش هست اگر یوتیوب برید عملیات فروغ جاویدان یا نامی که رژیم گذاشته مرساد، عکس های بسیار زیادی است که از ماجرا سخن میگه.
ما برگشتیم، برگشتیم با حالت گیج و منگ و دنیایی از خلاصه بار اندوه روی سر و سینه. هیچ کس نمیدونست کی زنده است کی مرده، یعنی بنابر این بود که همه کشته شدن. من برگشتم بریزادگان، بعدش هم همه برگشتیم اشرف. اونجا قبل از اینکه ما برگردیم اشرف، یه نکته رو بگم که تو بریزادگان گفتن که چون نیروی کافی نداریم، بچهای تحریریه تعدادشون برن برای دفن شهدایی که میارن تو گورستان کربلا، گورستانی که نزدیک کربلا است. من یکی از کسانی بودم که همراه با ابراهیم آلسا تا جایی که یادمه با هم رفتیم، و یکی دو نفر دیگه و احسان امین رایان فکر کنم بود، اونم اومد جزو این تیمی که باید منتظر می بودیم که شهدا رو تعویض بگیریم. من تصویری نداشتم، واقعا دیده بودم کشته چه زمان شاه، نمیدونم تو خیابون یا تو زلزله تبس یا مواقع دیگه، ولی تو هوای بسیار بسیار گرم همون نمیدونم چندم مرداد بود دیگه، یکی دو روز بعد از عملیات، ما رفتیم تو گورستان و من منتظر بودم کامیونا بیان و اومدن کامیونا با بارهایی از اجساد تکه پاره شده ای که معلوم نبود کی کی هست. گورکنا به ردیف مشغول کندن گور بودن، جسدها تو آفتاب کنار هم کفن پیچ خونین و خلاصه شناسایی، بعضیشون شناسایی شده بودن، ایدهشون شناسایی نشدن و اینا دفن میشدن، دفن میشدن. من پس از یه مدتی که کار کردم اونجا، یه مقدار اصلا حالت ذهنیم به هم خورد، رفتم کنار یک سنگ قبری تو فاصله 20 متری چیز، این جایی که گورکنا به ردیف مشغول کار بودن، یه صحنه واقعا عجیب و زیر آفتاب داغ مثلا با هوای 60 درجه و شما مجسم کنی ردیف طولانی جسدها، چندین کامیون پر جسد منتظر و گورکنایی که مشغول کندن زمینن. من رفتم تکیه دادم به یک سنگ گوری و مشغول کشیدن سیگار شدم. هنوز یادم میره اسم این سنگ گوری که من تکیه داده بودم متعلق به زنی بود به اسم قصه که به عربی نوشته بود اینجا من مزار قصه است. من یه لحظه چشم گذاشتم رو هم، با خودم فکر کردم که دارم خواب میبینم و واقعی نیست، اگه چشمم رو باز کنم خلاصه واقعیت جور دیگه است. ولی چند لحظه چشم رو بستم و باز کردم، دیدم نه، کاملا واقعی است که در مقدمه بعد اقیانوس سرد باد، من چند خطی در این مورد نوشتم که من وطنی چند از باقی ماندگان در گورستانی در حوالی کربلا به دفن شما و از هزار چند صد تن از یاران به خاک افتاده کمک میکردیم. بعد از ظهر و در گرمای طاقت فرسا و در گورستانی غم‌انگیز که امواج جوشان هوا چون پرده های لرزان از زمین تا آسمان آویخته بود و در حالی که در برابرم کامیون های حامل اجساد خونین و در برخی موارد سوخته و متلاشی شده رفیقان آشنا و ناشناس ایستاده بودند و بوی گوشت و خون اجساد که به زودی در حال تجزیه شدن بودند در هوا پیچیده بود، در سایه گوری و تکیه زده بر سنگ گور زنی عراقی که در روزگار حیاتش نامش قصه بود نشستم و چشمانم را بر هم نهادم. برای چند لحظه احساس کردم که هیچ چیز حقیقی نیست و من در اعماق خوابهای خیش در حال سفرم. سالها بود که خوابهای من لبالب تصویرهای این چنین بود. چشمهایم را باز کردم، همه چیز واقعیت داشت و شعر بر اقیانوس سردباد بر این چنین زمینهی پروبال دردناک خونین اما نیرومند خود را گشود. این کار ما بود. ما برگشتیم از گورستان. من نمیدونم واقعا چجوری میتونم بیان بکنم که چه حال و روزی داشتم. بله. شاید یکی از مواردی که شاعر بودن به من کمک کرد که دوام بیارم و بتونم یه مقدار حرف بزنم و
و خلاصه دق نکنم شعر بود. من این بچه هایی که رفتن گفتم در درون اون ماجرا و صف بزرگ و بلند تراژدی هزاران هزار قهرمانی رخ داده، اینا همه قهرمانی بود. من اینا رو جدا میکنم، انسانی ماتریالیست نیستم و اعتقاد دارم که هر انسانی بستگی به نیتی که داره، به قول مانویان قدیم و مزدکیان قدیم، روحش در ستونهای بامدادان خواهد آویخت اگر نیت خیلی داشته باشه، و هر صبحدم با خورشید بر زمین نور خواهد باشید، فارغ از اینکه کجا ایستاده و در چه نقطه ای است. این بچه هایی که رفتن، خیلی از این بچه ها از زمره شجاعترین، باصفاترین، مردم دوستترین بچه ها و زیباترین بچه های مملکت بودن که در اینجا به خاک افتادن. زنهایی که بودن، من تعدادی از این بچه ها رو هیچ پنهان نمی کنم، عاشقانه واقعا دوست داشتم. تعدادی بودن که یک کلمه من با اونا حرف نزده بودم، ولی آدم می دونه عاشقانه حتی کسایی رو که فاصله دارن از اون دوست داشته باشه. بارها از من پرسیدن که این زن در اون اقیانوس سرد باد کیست؟ این یک زن نیست، این زنیست در درون زنی و در درون زنی که احساسات من اونها رو در خودش جا داده. لحظه ای همسر سابق من هست، لحظه ای دو سه نفر بودن که من اینا رو گاهی می دیدم تو حیات بدیزادگان، یکیشون خانم پاکستانی و لسود فکر کنم به اسم سمینا اقبال، یکی هم یک زن مجاهدی بود اسم فرح کاسچی. هیچ وقت من با اینا صحبت نکرده بودم، ولی مظلومیت و معصومیت چهره سمینا اقبال و قد بلند و رشید و حالت زیبا و قیافه مغرورانه فرح به نوعی اینا رو تبدیل کرده بود به گوشه هایی از زیبایی های زندگی من و علاقه من. من خیلی چیزا به زندگی دوست دارم و ازش استفاده می کنم. اینها هم بودن بچه هایی که مردانی که واقعا گوشه‌هایی از زیباترین تکه‌های خاطرات ما رو تشکیل میدن، و وقتی رفتن واقعا من احساس تنهایی وحشتناکی بهم دست داد. مثلا تو این شعر هم هست: با من بر امواج اقیانوس زنی عبور کرد که جمجمش شکوه سایه‌های رؤیاها را با خود داشت. هم هست: با من بر امواج اقیانوس زنی عبور کرد که فضا را زیبایی بخشید و نفسهای مرا که از گذرگاه او می گذشتم. هم هست: با من بر امواج اقیانوس زنی عبور کرد با نامی چون تلالو دو سکه طلا بر مرمری سپید در نیمروز بهار، زنی که می بایست نامش را تنفس کرد و قامتش آشیان فاخته ها و آوازهای شفاف بود، زنی چون ماهتاب طالع در هزار آینه. و این زمین های اقبال و فرح کاسچی و امثال اونا هستن که در فروغ به شن و آتش و حریق پیوستن. بعد از چند روز ما رفتیم اشرف، دوباره نشست بود، فکر کنم نشست بود، دقیقی یادم نیست. تو این فاصله فضایی بود که شکست خوردیم. من فراموش نمی کنم که رفتم سراغ آقای جواد برومند جاهد اول از مسئولین برادر حجت، از مسئولین رادیو، و سوال کردم ازش، گفتم که ماجرا چیه، بالاخره شکست خوردیم. گفت فعلا هیچی نمیدونیم. فضای اونم همین بود. یه ارتشی شما نگاه بکنید، من نمیدونم چقدر، 6 یا 7 هزار نفر نیرو رو برداشت برد به میدون. قرار بود که تهران فتح بشه، قرار بود رژیم خمینی سقوط بکنه. اینها به اصطلاح مقصد و مقصود این عملیات بود. بحث طلبگاری نیست از نیروی سیاسی یا نیرویی که جنگیده. مصدق هم پیروز نشد، میرزا کوچک خان هم پیروز نشد، ولی کسی نمیگه که مصدق از نظر نظامی یا سیاسی بر شاه پیروز شد. پیروزی مصدق پیروزی اخلاقی بود، زنده در حرکات بعد از خودش، یا پیروزی میرزا کوچک خان جنگلی.
رفتیم به اشرف، یکی دو روزی خلاصه در حال پلکیدن بودیم و منتظر شروع جلسه که ببینیم که آقای رجبی چی میگه. تو این فرصت من مهدی تقوایی رو دیدم که صحبتی داشتم باش. مهدی گفت که همسر تو زنده است و هلکش خورده، دختر اون آمنه تیر خورده بود تو بازوش و خلاصه بعد صحبت شد که کی کشته شده کی کشته نشده، خلاصه یک صحنه عجیب. تا اینکه جلسه شروع شد، در شروع جلسه آقای رجبی روی سن اومد گفت که این پیروزی بزرگ و به همه رزمندگان ارتش آزادی بخش و به خلق قهرمان ایران تبریک میگم که یک مرتبه اصلا و موفق شد فضا رو قشنگ در دست بگیره و کنترل بکنه و تو همین نقطه باز با تمام پارامترهای خلاصه نیرومندی رو که آقای رجبی تا اون موقع داشت و تا سالها بعد، یعنی اعتماد به او، محبوبیتش، دوست داشتنش تا حد عشق، باز اینا رو دید. البته بودن کسانی که همونجا عکس‌العمل نشون میدادن، نه تو جلسه، من دم در خلاصه خروجی سالون وقتی رفتم بیرون یک سیگاری روشن بکنم، یکی از این بچه‌هایی که بعد رفت از تشکیلات برگشت با یک صدای خشن و عصبانی گفت یعنی این درسته؟ من نفهمیدم. بچه بایی که سابق تو نشریه با هم کار کرده بودیم و رزمنده خیلی خوبی بود، دانشجو خارج کشور، و یک تعدادی خب تو بعد از فروغ رفتن از تشکیلات، ولی جو کنترل شد، فضای فرهنگی کلن به نفع پیروزی شکل گرفت. من خودم تو اون موقع چندین و چند شعر گفتم به یک سرود، ای فروغ جاودانه آتش تو زد زبانه در زمان جاودانه، چون فارغ از تمام گرایشات ما، تمام علایق ما، تمام خلاصه خواسته های ما، حتی برای آدمی مثل من که با اون نگاه از اول به عملیات فرو نگاه میکرد، کمک کردن به سازمان و جنبش بود برای اینکه از این پیچ بیاد بیرون. بله. از این مقطع بیاد بیرون و هست چیزهایی که من سرودم، شعرهایی که سرودم اینا، و خب بارها و بارها هم پخش شد و تاثیرگذاری شد، چون لازم بود که فضای مناسب ایجاد بشه. پنهان نمی‌کنم تو این فضا من نقشی جدی داشتم. اسماعیل براتون بگم که سه روز بعد از قبول قطعنامه 598، 27 تیر 67 خبر رسید که قطعنامه پذیرفته شده. سه روز بعد از قبول قطعنامه 598، ارتش عراق به منطقه جنوب و جبهه های میانی و غرب حمله کرد. حالا قطعنامه پذیرفته شده بود که این خیلی شک برانگیز بود. از رود کارون تا منطقه فکه، همچنین قسمتی از جاده اهواز خرمشهر رو گرفت. از منطقه فکه اومده بودن روی جاده دشت عباس و پیشرویشون اونقدر زیاد بود که میگفتن وقت نمیکنن غنیمتی ها رو جمع کنن. در ظرف دو سه روز تونستن پیشروی های قبلی جمهوری اسلامی رو که تو 8 سال جنگ به دست آورده بود نه تنها خونسا کنن، تا تونستن اسیر گرفتن. اگه اشتباه نکنم از دو محور کوشک و شلمچه اومده بودن داخل ایران و به حاشیه جاده اهواز خرمشهر رسیدن و به شدت به حملات هوایی افزودن. من دقیقا اینا رو دنبال میکردم. صحبت از این شد که ممکنه دوباره خرمشهر و اهواز در معرض اشغال قرار بگیره. با 6 یا 7 لشکر مانوری از منطقه جنوب به سمت خرمشهر و اهواز اومده بودن جلو که بعد ضد حمله شد از طرف جمهوری اسلامی، راهشو کج کرد به جبهه های میانی و غرب. حالا اینجا بود که یک اتفاق مهم افتاد و اون این بود که سوت عملیات فروغ کشیده شد. من اونجا در تهران میشنیدم که ارتش عراق برای اینکه در مذاکرات صلح احتمالی
مثلا تاخچی بالا بذاره، اومده برای اشغال دوباره خرمشهر و سرزمین‌های جنوب اهواز تا نیروهای جمهوری اسلامی رو اونجا سرگرم کنه. خب اینا داشته باش. بعد از گرفتن اسیرای خیلی زیاد ظاهرا عقب نشینی کردن، ولی وقتی که تانک‌ها دور میشد رادیوی جمهوری اسلامی گفتش که عملیات شده، با اون تعابیر خاص خودش که به جای مجاهدین میگفت منافقین، میگفت هدف صدام تو جبهه میانی زمین سازی برای هجوم منافقین بوده و هواپیمای عراقی، پایگاه شکاری نوژه همدان، وحدتی دسفول و چند جای دیگه رو گفت اینا رو بمباران کرد. حالا من از شما این سوالا میپرسم، حتما شما هم شنیدین که گفته میشد، هنوزم گفته میشه، که از جمله دلایل عملیات فروغ به هم زدن میز استعمار و ارتجاع و جلوگیری از استحاله رژیم بود. درسته؟ اینا شما هم شنیدین. دوباره میگم، از جمله دلایل عملیات فروغ جاویدان این بود که میز استعمار و ارتجاع به هم ریخته بشه و از استحاله رژیم جلوگیری بشه. مگه از نظر آقای مسعود رجوی اصلا این رژیم استحاله پذیر بود که بخوان مانع استحالش بشن و میزو به هم بزنن؟ مگه قرار بود برخلاف اون ضرب المثل عربی الافاعی لا یولد الحمامه افعه کبوتر بزاد؟ این سوال برای شما پیش نیامده بود که این چه استدلالی است؟ چون این اصلی ترین و محوری ترین استدلال بود که ما میخواستیم جلوگیری کنیم از استحاله رژیم. هنوزم گفته میشه. ببینید الان اول بگم که چون زمان از فروغ جاویدان، عملیات فروغ سال 1367، 27 سال سپری شده، احتیاجی اصلا به بحث نیست که 27 سال پس از عملیات فروغ این رژیم ادامه پیدا کرده و حتی اگه فردا هم سقوط بکنه، همین فردا مردم قیام بکنن و رژیم سقوط بکنه، این معنیش این نیست که عملیات فروغ تونسته از استحاله رژیم جلوگیری بکنه. میگه چقدر با صبر کرد که یه رژیم استحاله، مثلا میگه رژیم پهلوی، کل دوتا پادشاه پهلوی از سال 1299 تا 1357 58 سال حکومت کردن. این سیستم الان 34 ساله که حاکمه و 34 سال هم هست که دائم آقای رجوی میگه آقا این رژیم استحاله پذیر نیست، در حال سقوط، این کار کردیم اون کار کردیم و اینطوری نیست. و اگرم که رژیم الان زیر ضرب رفته از یک جهت به خاطر فضاحت و خرابکاری های اقتصادی و سیاسی که به سر مردم آورده، از جهت دیگه هم به خاطر مبارزات مردم در داخل کشوره، نه اینکه عملیات فروغ کاری نکرد. عملیات فروغ به نظر من بیشترین کار رو، من الان میگم، اون زمانی که سال 67 بود، آره من هم در بحث قبول داشتم و با سرودها و شعرها و نوشته هام تایید میکردم که همین طور بوده، ولی اون موقعی که من فکر میکردم که به عنوان یه آدم سیاسی که فقط مطیع سخنانی بودم که رهبر میگفت و معتقد بودم که اون همه چیزو میدونه و ما فقط باید امربر فرمانهای او باشیم تا کاروان انقلاب سریعتر حرکت بکنه. نه، من معتقد نیستم که جلوگیری استحاله کرد. عملیات فروغ بعدم بهش خواهیم رسید. کاری که کرد در حقیقت تا چندین سال موفق شد تشکیلاتی رو که بلوکه شده بود با برپا کردن جلسات متعدد با محمل انقلاب ایدولوژیک چفت و بستش رو صفر نگه داره. اگر روی این بحث میکردن واقعی بود. همچنین من میخوام بگم که اینجا یک بار دیگه همون ماجرایی که در آغاز تکرار شد، یعنی شروع پیشرفت مبارزه مسلحانه علی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، یک بار دیگه واقعی رخ داده که شما رفتید همه ارتش رو با کلی از نیروهایی که از خارج کشور اومدن که اینا اصلا نیروی نظامی نبودن. من شاهد بودم اون شبی که صحبت می‌کردم با علی زرکش، بچه‌هایی بودن که مثلا
بدون تعارف میگم که نه اینکه بدنه اصلی بچه های رزمنده ارتش بودن، ولی نفراتی اومده بودن که مثلا یکیشون میگفت اینجا تلفن نیست که من به پارتنرم زنگ بزنم که مثلا تو آمریکا بهش بگم من چند روزی که برمیگردم. شما ذهنیت رو نگاه بکنید، ما سالها بود که از سال 60 تو فضای آتش و خون و پذیرش مرگ داشتیم زندگی میکردیم. همین ماهایی که بعدها در ده ها جلسه به سلابه کشیده شدیم که موجب شدیم جنبش عقب بمونه، موجب شدیم که عملیات فروغ جاویدان پیروز نشه، به گردن ما سوار شد. شما حساب بکنید کسایی اومده بودن که یک روز حتی سلاح به دست نگرفته بود. خب عملیات انجام شد به هر دلیلی. من واقعا فرمانده نظامی نیستم، رهبر انقلابم نیستم که بدونم که تو اون مقطع چه باید میکرد آقای دجلی، برای اینکه کاروانی که افتاده بود از این مقطع بالاخره باید عبور میکرد. یعنی شما سوار شدی بین شکاف جنگ ایران عراق، شکاف جنگ ایران عراق تا ابد ادامه پیدا نمیکرد که بالاخره هر جنگی رو یک پایانی هست. همین قضیه داعش و بند و بساط کلان تو خاورمیانه هست با همه هولناکیش و ابد که قرار نیست ادامه پیدا بکنه. یک روزی خواهیم دید شکاف به هم خواهد اومد، موقع منافع بزرگان ایجاب بکنه، خود داعش هم بین پرس لازم له خواهد شد و یک اوضاع دیگه رو خواهد. عملیات شد، ولی این که بعد از اون به جای بررسی واقعی عملیات، به جای اینکه واقعا نقاط واقعی ضعف‌هاش رو ببینید، فقط تبدیلش کنید به یک پیروزی مطلق ایدئولوژیک سیاسی و نظامی، اون یه اشتباه استراتژیک. دوباره یه روزگاری یقه بانیشو خواهد گرفت، برای اینکه میشه گفت که آقا دو سال سه سال حتما هم اینجوری حساب کرده که دو سه سال دیگه یه واقعی اتفاق میفته که رژیم سقوط میکنه. رژیم سقوط نکرد، 27 سال گذشت. بنابراین چه پیروزی. من یادمه که برگشته بودم بعد از عملیات فروج آویدان، تعداد زیادی خلاصه جلسه برگزار میشد شبای شهر تو این کشور و کشوری که من هم فعال بودم توش، به عنوان در حقیقت شناخته شده ترین چهره شعر این مجاهدین و ارتش آزادی بخش. اومده بودم اینجا با یک ناخدای بزرگواری که یک نظامی قدیمی بود صحبت میکردم تو مقر شورای ملی مقاومت و شکری. این انسان بسیار خردمند و محترمی بود که دختر خودشم تو عملیات فروغ جاویدان یکیشون جان باخت و بعدش هم رفت دنبال زندگیش با بقیه خانوادش. اون با هم میگفت که من خلاصه از این پیروزی، من موقع مثلا خودم سعی میکردم تبلیغ بکنم آقا بالاخره پیروزی بود و فلان، خیلی دوستانه با آرامش در حالی که زیر درختای پایگاه شورا قدم میزدیم گفت ببینید آقای فلانی، من فرمانده بودم، مثلا به من اگر زمانش دستور میدادن شما برو جزیره مثلا توم مورد حمله قرار گرفتی یا ابو موسا رو بگیر، ما میگفتیم 5 تا کشتی لازم داریم، مثلا 2000 تا نیرو لازم داریم، اینقدر اژدر لازم داریم، اینقدر موشک انداز لازم داریم، راه میافتادیم ساعت 8 صبح مثلا از فلان پایگاه میرسیدیم به توم، اونجا شلیک میکردیم، پایگاه رو میگرفتیم، پرچم ایران رو میکوبیدیم، میگفتیم پیروزی، یعنی به مقصد رسیدن. خب از نظر نظامی که این پیروزی نیست که، شما مقصد نظامی که اعلام کردی گفتی تهران رو میگیریم و خمینی رو دستگیر میکنیم، نتونستی ولی میای اعلام میکنی، چطوری من بپذیرم؟ این خب عملیات فروغ عملیات خلص نظامی نبود، عملیات سیاسی ایدئولوژیک هم بود. آره عملیات سیاسی ایدئولوژیک، بنابراین باید اسمش گذاشت عملیات سیاسی ایدئولوژیک فروغ که از نظر نظامی شکست خورد. حالا باز خود اینم بحثه که اصلا عملیات سیاسی ایدئولوژیک یعنی چی. میگه عملیات سیاسی ایدئولوژیک رو با تانک و توپ را میفتن، مثلا مارس یا لنین یا ماو ستونگ عملیات سیاسی ایدئولوژیک کردن، ولی با حمله کردن به کشور دیگه عملیات نظامی که نبود که، انقلاب فرهنگی رو انداخت یا فلان کتاب رو نوشت یا فلان جلسه رو انداخت، فلان جنبش کارگری رو انداخت. بنابراین همینطوری که نمیشه گفت که یک عملیات نظامی یک عملیات سیاسی ایدئولوژیک بوده. البته من همینجا بگم برای آقای رجوی بود،
برای اینکه بعدا اینو تبدیلش کرد به عنوان پایه جلسات انقلاب ایدئولوژیک بعد، از ماجرای عبور از تنگه گرفته تا ازدواج های بعد از فروغ تا بعد طلاهای بعد از فروغ تا جلسه امام زمان و تا جلسات بعدی. تو اون عملیات یکی از انتقادهایی که به طنز البته رژیم در رادیو تلویزیونش مطرح میکرد که به اهداف خاص خودش البته داشت، میگفت تانکای برزیلی سوار تانکای برزیلی شده بودن و تانکاشون خوراک قناسه ها بود با اینا که مصاحبه میکرد و تک تیراندازا یکی یکی چرخ تانکا رو میزدن و همونجا ولو میشون، همینجور سرشون رو انداخته بودن پایین و پیش میومدن، انگار نه انگار که تنگه چارزبر اونجاست و فکر نمیکردن که امکانات پدافندی احتیاج داره. اینا توی مصاحبه ها گفته میشد. رژیم هر چی میخواد بگه. ببینید یه موقع است که ما میخوایم یک چیزی رو بفهمیم، این سایه ابر سیاه و منحوس و منفور رژیم خمینی میفته روش و ما جرأت نداریم نفس بکشیم و هیچ حرفی بزنیم. ببین واقعیت، واقعیت دیگه باید فهمیدش فارغ از اینکه رژیم چی میگه. رژیم خیلی از حرفای از نظر نظامی هم که توی زمین زد حرفای درستی بود از موضع خودشا. یعنی میگو آقا جان با این تانک ها اومده بودن، این کاسکاولا مثلا با یک شلیک پنچر میشد و از کار میافتاد و ما منفجرش میکردیم. رژیم حکایتش حکایتیست دیگر. این رژیم روزگاری پاسخگو خواهد بود، روزگاری زیر دست و پای مردم ایران به خاطر جنایاتش، به خاطر خرابکاریاش، به خاطر ظلم ستمی که به تمام احاد ملت ایران منهای اون طبقه وابسته به خودشون قشر وابسته غارتگر خودش کرده له خواهد شد زیر دست و پا. اگر این ملت و مملکت بر اثر زلزله نمیدونم بر اثر بلای آسمانی و فوق زمینی نابود نشه، در انقلاب اجتماعی علیه آخوندها و جمهوری اسلامی شک نکنیم. حالا شکش رو من نمیدونم، ولی ما داریم یه ماجرایی رو، من اینجا میخوام واقعا صریحا بگم که از این بوت ذهنی که آقا رژیم اینطوری گفت پس چون رژیم اینطوری گفته یه جور دیگه بوده، نه اینجوری نیست. عملیات فروغ جاویدان فارغ از ابرهای سیاه رژیم یک چارچوبی داره، یک کارکردی داره، یه نواقصی داره، یه نقاط مثبتی داره که بعد اینا رو دید و بررسی کرد. تا ما میذاریم تو چارچوب رژیم و معلومه چارچوب رژیم ما هم مصاحبه رو نباید بکنیم دیگه. بله چون رژیم استفاده میکنه، خب بکنیم. اسمان جان اولی موضوع بعد از عملیات فروغ چی بود؟ عملیات فروغ چرخ و پره انقلاب ایدئولوژیک درونی رو که تا اون موقع چندان فعال نبود به شدت فعال کرد. به چه چیزی باید توی مرحله پناه برده می شد؟ طبیعتا خون فرو ریخته 1400-500 تا رزمنده مجاهد تا مدت‌های مدید آدمو میخوب میکرد. ببینید خون چیزیه که دهنو میبنده. خون فروریخته رزمنده چیزیه که آدمو به سکوت وادار میکنه. مدت‌های مدید که ماهای اولیه هر کی رو میدیدی تو بخش تبلیغات، نیمی از بچه‌های تبلیغات که غیر نظامی ترین شاید نهاد سازمان مجاهدین و ارتش آزاد شد در عملیات فرو رفتن. کسانی مثل سلیم رضا گودرزی، دکتر یدالله که اسم اصلیش نمیدونم چی بود، همسرش بود رفت و خیلی ها واقعا خیلی بچه های خواهر ریزنقشی بود که زباد بود کرمانشاهی که من تا مدت ها واقعا هر وقت از کنار شمشادهای اونجا رد می شدم کنار تبلیغات انگار که اون وسط شمشادها ایستاده چون غروبا می اومد خستگی در کنه. اینا ما رو خلاصه یه فضای عجیب غریبی برامون درست کرده بودن. همراه با این در حقیقت نخست من فکر کنم دقیق زمانش یادم نیست یه 4-5 ماهی گذشت، به نظر من دستگاه تو بالام خیلی کوک نبود، داشت فکر میکرد که چه بکنه. بعد از سخنرانی ها، بعد از تحلیل ها، بعد از تفسیر ها، بعد از تبلیغ ها، بعد از شعر و شعار ها، ساختن سرود ها نمیدونم و چیزهایی که رادیو پخش میکرد، یه مرتبه ما دیدیم که سر و کله ازدواج ها شروع شد.
یعنی یک سری ازدواج بچه هایی که ازدواج نکرده بودن، به خصوص ازدواج بچه هایی که زن یا شوهرشون در عملیات فروغ جاویدان جان باخته بودن. برای خود من خیلی سنگین بود، اون چند ماهی نگذشته بود، چون 4 ماه 5 ماه که فضا هنوز فضای خلاصه سوگ بود، ولی دقیقا موقعی که من یه بار اعتراض کردم، یعنی انتقاد کردم، گفتم که این فضای سوگ و ابد نمیتونه ادامه داشته باشه و باید افراد خلاصه زندگی نرمال داشته باشن، به یکی از راشم اینه که این همسران سابق جان باخته رو فراموش بکنه. که جلسات ازدواج بود، تعداد زیادی از این بچه هایی که همسرانشون شهید شده بود ازدواج کردن و حالا من هیچ موقع با این موافق نبودم، برای اینکه من معتقدم که باید گذاشت یه مقدار خاطرات کمرنگ بشه، یه مقدار افراد خودشون رو پیدا بکنن، ولی روح تشکیلات بود که تصمیم بگرفت نه فرد. این ازدواج ها برای طلاق های بعدی بود؟ نه اصلا ببینید بحثی از طلاق نبود. نه نه، یعنی تصمیم گیرندگان اصلی میدونستن که بعدن پرده دوم این داستان چیست؟ نظر من اصلا نمیدونستن. ببینید حتی اینجا من میتونم با یقین بگم بالاترین مسئول خود آقای رجبی هم تو این، به نظر من هم نظر شخصی میدارم بگم، تو این مقطع مقداری گیج بود. یعنی این کارها کارهای زد و نقیزه، کسی که میخواد 6 ماه بعد یا 1 سال بعد طلاق ها رو شروع بکنه که نمیاد افراد ازدواج بکنه که مشکل درست بکنه، بلکه اینا داشتن دنبال راه چاره‌ای میگشتن برای تنظیم مجدد و کوک مجدد تشکیلات. به ذهنشون زده بودی که از راهش اینه که افراد مجرد ازدواج بکنن، افرادی که زن یا شوهر از دست دادن دوباره ازدواج بکنن، اصلا اینا بود که بخوان ازدواج بکنن که بعد طلاق بدن. ولی این به خاطر رگلاش کردن و بیرون آوردن تشکیلاتی بود که از یک موج خون و درد و سوگ گذشته. ولی روزها به سرعت سپری میشد، زمان میگذشت، اون کسی که اون بالا بود طبیعتا افق خیلی بهتر از ما میدید، ما افق پیرامون خودمون رو میدیدیم، افق محل کارمون رو، و معدود افرادی که بیرون از محدوده کاریشون هم فکر میکردن افقای وسیع داره، ولی شخص آقای مسعود رجبی اون بالا خوب میدید که چه اتفاقی افتاده و مجموع تشکیلات تو چه وضعیتی. من تشکیلات سازمان مجاهدین ارتش را بخش هیچ موقع کلیتشون ندیدم، افق کلی شد بسیار گسترده و وسیع بود، نظامی سیاسی تبلیغاتی. چیزی که من بیشتر میدیدم پیرامون خودم. این ازدواج ها رخ داد و چیزی نگذشت که یک جلساتی شروع شد در حقیقت تا جایی که من تو خاطرم مونده فکر کنم که جلسات عبور از تنگه بود. من اینا میخواستم بگم شما گفتیم، چون همون زمانی که ازدواج ها کلید خورده بود مسئولین بالاتر، خیلی بالاتر، یعنی در حد فرماندهان اصلی جلسات عبور از تنگه رو داشتند که در اونجا از جمله طرح شده بود یکی از دلایلی که شما نتوانستید از تنگه عبور کنید، تنگه که خود شما میدونید سمبولیک چهار زبر ولی معانی استعاریش، مانع داشتید و مانعتون عیال مربوطه بود. تموم وقت در سطوح پایین تر ازدواج ها کلید خورده بود. من از شما پرسیدم آیا اون ازدواج ها در ذهن آقای رجوی تا اونجایی که شما برداشت میکنین به معنی این بود که در دل این ازدواج ها طلاقی نهفته است؟ نه ببینید، اینجوری به نظر من نبود. ازدواج گام خوشبینانه ای بود که به قول معروف چی میگن، بگذار صد گل بشکفد و فضای باز تشکیلاتی. عبور از تنگه در حقیقت چیز اولش این نبود که شما مشکلتون مشکل زن بوده، بلکه بالمجموع و به طور کلی گفته می شد که علت عبور از نکردن از تنگه این نبود که دشمن قویه، بلکه علت ضعف و کمکاری و نمی دونم خلاصه بی انگیزگی اعضا بوده. اینجا
خب بحثا زیاده، افراد بسیار زیادی خود شبها و روزهای متعدد تو نشستهای عبور از تنگه شرکت کردن، ولی ما بریم یکم بالا توی چشمانداز خلاصه که بتونیم افق پیش رومونو ببینیم. مسئله اصلی این بود که تو بحث عبور از تنگه باز هم باید یهودا اینجا بر صلیب کشیده بشه تا مسیح بدرخشد، در حالی که مشکل اصلی عبور از تنگه که مشکل به نظر من، بازم تاکید میکنم، به نظرات شخص منه، بقیه میتونن نظرات خودشون رو داشته باشن یا نظر منو بپذیرن یا رد کنن، مسئله عبور نکردن از تنگه این بود که یک ارتش 7000 نفری که حدود 3000 نفرش آموزش نظامی ندیدن در مقابل یک ارتشی که 7 سال با تمام نیروی چند صد هزار نفرش علیه رژیم صدام حسین جنگیده نمیتونه پیروز بشه، و اینجا کسی که زیر ضرب میره نیروی نیست. بچه‌ها اونایی که تو 90% من معتقدم با انگیزه تمام و با تمام چنگ و دندون جنگیدن، اصلا کسی که تو مجاهدین، حداقل مجاهدین سالهای 57 تا 67 تا 68 زندگی کرده باشه میدونه که برای 90% این نیرو ترس از دشمن، نجنگیدن اصلا معنی نداشت. با تو اون آدم زندگی کرده باشه تا ببینه که اینا جنگیدن براشون از آب خوردن ساده تر بود. 10% نمیدونم، 5% ممکن افرادی بود که بترسن، که کسی که میومد تو اشرف زندگی میکرد مثل کسی بود که از خاکریز عبور کرده وارد میدون جنگ شده. تو میدون جنگ جای ترسیدن نیست، کسی نمیتونه بترسه زیرا وسط میدونه. بنابراین به نظر من مسئله اصلی عبور از تنگه، خلاصه باز هم مثل ماجرای علی زرکش که ضعف استراتژیک رو باید یه نفر بپذیره و محاکمه بشه، این دفعه در حقیقت ما در عبور از تنگه شاهد بر کرسی نشستن صدها و هزاران علی زرکش بودیم. یعنی تک تک افراد باید پشت میز میشستن و ضعفهای خودشون رو بیان میکردن که آقا ما بودیم، ضعف ما بود، اشکال ما بود که از تنگه عبور نکردیم، وگرنه همه چیز آماده بود که ما از تنگه عبور کنیم و بریم جلو. این تا جایی که من شاهد بودم افراد با تمام قوا از خودشون انتقاد کردن، اکثریتشون حداقل تو پشت میز، آره تقصیر ما بوده، ما بودیم که این کار کردیم. حالا از اینجا یک سیکل جدیدی شروع میشد که گویا یه سنداجی شد که فضای خوبی است برای اینکه خلاصه افراد بیان خودشون رو نقد بکنن و هرچه بیشتر اشکالات رو به دوش بگیرن، که این کلید خلاصه نشست های بعدی رو زد که هر کدومش خوب رنگ خودش رو داشت. مثلا نشست صلیب رنگ خودش رو داشت، نشست امام زمان یک رنگ فلسفی عجیب غریبی داشت که باید می صحبت بکنیم، بعد رسیدیم به طلاق ها و بعد از طلاق ها اینا هر کدومش بحث شده بود. بس شناختی، بس دانستن حقیقته و بس انداختن پاره نور واقعی بر روی جاده است که سه نسل از اون عبور کردن. پدران ما بدون این که ازشون اسم ببریم ولی این جاده در کنار ما بودن و مادران ما و همشون رفتن، نسل ما و فرزندان ما. برای این جاده میخوایم نور بندازیم که بقیه کسانی که میخوان بر چنین جاده های عبور کنن با شناخت بیشتری عبور کنن. همینو بس.